با بهره برداری از اتوماسیون و نوسازی خط 4 احیای شرکت آلومینیوم عراق 140 دیگه بهسازی شده با راندمان بالا به چرخه تولید آلومینیوم کشور پیوست. خط تکنولوژیش 70 کیلو آمپره، عملیات نوسازیش از 15/11/95 شروع شد، کل عملیاتش یه چیزی حدود 6 ماه برای 140 تا دیگ به طور کامل انجام شد. مصرف انرژی حدود 15% کاهش پیدا کرده. نماینده ولی فقیه در استان هم در این مراسم تلاش برای افزایش بهره‌وری و راندمان تولید را ارزشمند دانست. الان مثلا این دیگا هر کدوم قبلا 450 کیلو تولید میکرده، الان 510 کیلو، یعنی 60 کیلو فقط ما به تفاوت اسمی بین اینه. مدیر عامل ایرالکو از کل تولید مجموعه گفت و از کوتاه شدن دست واسطه ها. در حال حاضر ما ماهی نزدیک به 14,000 تن تولید داریم و هماهنگی که با دوستان انجام شده ما به 180,000 تن میخوایم در سال برسونیم. بورس رو فعال کردیم، تمامی تولید ما میره تو بورس میره. خطوط قدیم کارخانه آلومینیوم عراق حدود 500 دیگه فرسوده داشت که با بهره برداری از خط 4 در مجموع 50% این خطوط نوسازی شده. من به مردم عراق قول میدم که انشالله تا آخر امسال هم خط 5 هم ما انشالله اونو هم از مدار خارج کنیم و مدار اصلیمون انجام قرار بگیره. این طرح با مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوای عراق اجرا شده و ضمن تولید سالانه 25,000 تن آلومینیوم در خط 4 شرایط مهار آلاینده های زیست محیطی هم با این دیگ های درپوشدار فراهم شده. برای نوسازی، بهسازی و اتوماسیون خط 4 شرکت آلومینیوم در مجموع 600 میلیارد ریال سرمایه